سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. هرج و مرج تمام عیار در فرانسه. فیلم های عجیب و غریبی در رسانه ها منتشر شده، تصاویر عجیب و غریبی که بسیار حیرت آوره. بعد فیلم ها که منتشر شده نشون میده پلیس به شدت تقلا داره که جلوی فیلم برداری رو بگیره. یعنی همینایی که منتشر شده به زور منتشر شده و در آمده است از دست اینها. میخوایم بریم گزارشی داشته باشیم از فرانسه، ببینیم آنجا اوضاع چه شکلی است. من تا قبلش میخوام یه نکته به شما بگم. من احساس میکنم که کشورهای غربی از مکرون گذشتن. اظهار نظرهای برخی مقامات در فرانسه، در آمریکا رو که بررسی میکنیم، برخی چهره ها در کشورهای غربی رو که بررسی میکنیم، به این جنبندگی میرسه انگار اینا ازش گذشتن. این برای مدیریت کشورش ایده های پیدا کرده که بخشی از این ایده ها مکرون رو آورده به شرق. به این جنبندگی هم رسانده که مسیر فرانسه در این که پشت دست آمریکا تو اوکراین بازی کرده غلط بوده، تو تایوان نباید این کارو بکنه. سر همین از دستش عصبانین. آیا حذفش خواهند کرد؟ کنارش خواهند گذاشت؟ آیا میتونه به انتخابات برسه؟ نمیتونه برسه؟ نمیدونم. ولی به شدت ازش شاکین. من میخوام اول بخشی از اظهار نظرهای رئیس دانشگاه آکسفورد رو برای شما بخونم، ببینید که مکرون رو اینا چه شکلی روایت میکنن در صحبت‌های خودشون. بعد بریم فیلم و تصاویری از فرانسه ببینیم و بررسی کنیم ببینیم دقیقاً چه خبره. این فرد در صحبت‌های خودش گفته که گفته‌های جنجالی مکرون رئیس جمهور فرانسه در سفر اخیرش به چین این تصور رو ایجاد کرد که اروپا در مورد تایوان دچار تردید شده و کشورهای اروپایی در صورت تهاجم چین در حمایت از این جزیره تردید خواهند کرد و بدتر این که آنها تفاوت اساسی بین چین و ایالات متحده رو نادیده گرفتن. می‌بینید الان سر چی عصبانین؟ اون مکرون یه چیزی گفته، تو چرا عصبانی؟ میگه نه، این پیام رو از طرف غرب به چین مخابره کرده که اینجا یه چند دستگی پیرامون مسئله تایوان وجود داره. حالا تو اگه دوست داری که اوکراین دومی باشد کاری بکنی، بسم الله. میگه این تک صدایی رو نباید نشون میداد که در هم شکسته. سر این ازش عصبانین. ادامهش رو ببینیم. میگه حزب کمونیست چین روشی برای فریب رهبران خارجی برای حمایت از سیاست‌های خود دارد. به نظر می‌رسد که این قطعاً هدف چین بوده است که وقتی در اوایل آوریل فرش قرمز را برای مکرون رئیس جمهور فرانسه پهن کرد، حتی خود امانوئل مکرون نیز به نظر می‌رسد که از این استقبال کمی خجالت زده است. بعد اومده مفصل توضیح داده، میگه رفته اونجا حرفای عجیب و غریب زده، چیزهایی گفته که این حرفا نگران کننده است. اظهارات مکرون مبنی بر اینکه اروپا نباید در رقابت فزاینده خود با چین به عملی آمریکا تبدیل شود، انتقاد سیاستمداران و مفسران دو طرف اقیانوس اطلس را برانگیخته. به نظر می‌رسد اظهارات تفرقه انگیز او، ببین تا کجا پیش رفتن، یک نفری آقا تو آزادی بیان وجود داره، کشورش ریخته به هم، مسائل اقتصادی رو میخواد حل بکنه، احساس میکنه بخشی از راهکار در شرقه و احساس میکنه حتی اگر بخشی از راهکار در شرق نباشه، تو دعوایی که یه طرفش آمریکاه و یه سال با آمریکا بازی کرده تو اوکراین دیگه نباید بازی کنه. سر این دارن تکفیرش میکنن، به یه جایی رسوندن میگه که همه اومدن دارنش اعتراض میکنن، این حرفا رو تفرقه انگیزانه برداشت کردن. بعد میگه که اینها نشون میده که نقش فرانسه در دنیا به شدت تضعیف شده. بعد اشاره میکنه میگه که توی همچین شرایطی اقتصاد فرانسه هم بیش از حد ضعیف شده که باعث شده این کشور نقش پیشروی جهانی خودش رو از دست بده، دیگه نتونه همچین نقشی داشته باشه. آقا یه چیزایی داره تو فرانسه اتفاق میفته، مکرون متأثر از اون بخشی از راهکار رو در همکاری اقتصادی با دیگران دیده، حالا میخواد دست و پا بزنه، نمیتونه. آقا شما استقلال رفتاری نداری، همونطور که مکرون بهش اشاره کرد، مکرون گفت ما باید به سمت استقلال استراتژیک برویم، یعنی الان نداریم. و میبینید همه دارن تکفیرش میکنن، در چه شرایطی؟ در شرایطی که پایتختش هم ریخته به هم، میخواد جمع کنه بازی رو، خیلی سخته. به نقطه ای رسیده که قابلمه هم امنیت ملی کشورشون رو به خطر انداخته. جمهوری اسلامی رو وقتی میخوان مسخره کنم، میگم میدونستی یه زمانی ویدیو تو ایران ممنوع بوده، ماهواره تو ایران ممنوع بوده؟ ماهواره که هیچ، اصلا ویدیو که هیچ، قابلمه هم مجبورش ممنوعش میکنه اگه احساس بکنی که امنیت ملیش رو به خطر انداخته. تعارف کسی نداره. آقا چه خبره اینجا؟ صحبت داره چیه؟ یه نفر حرف بزنه ببینم. شما نه، خواهم شما صحبت کنید. صف چیه؟ صف قابلمه؟ دستا رو بگی بالا، دستا رو بگیریم بالا. امنیت دولت فخیمه فرانسه رو به خطر انداختی پدر سوخته؟ قابلمه داری خریداری میکنی؟ قابلمه بذار سره، دست بالا، پاها هم بالا. حرف من آقا بازداشتش کن ببینم، بازداشت تا شما باشی دفعه بعد میگم
دست بالا پاها هم بالا نگی نمیشه، پلیس وقتی دستور میده باید انجامش بده. دیوونه خونه است، کشور نیستش که. قابلمه امنیت ملی کشور رو به خطر انداخته. تو این نقطه‌ای که اینها قرار گرفتن، تو این وضعیتی که اینها قرار گرفتن، شما تو خیابون قابلمه ورداری بری جرمه. به چه حقی برش آوردی؟ نباید می‌بردی. شما می‌خوای امنیت ملی کشور رو باش بازی بکنی. فقط مربوط به فرانسه نیست، تو ایران هم ممکنه همچین چیزی یه روزی مثلا دیده بشه، یا مثلا ایران هم ممکنه آقا یه جایی از تاریخش ویدیو رو ممنوع کرده باشه. یه بخشش کج‌فهمیه، یه بخشش کج‌سلیقه‌ایه، یه بخشش ممکنه اصلا واقعا به این جنبندیست امنیت ملی کشورش به خطر انداخته. کمون که قابلمه این کار الان داره در فرانسه انجام میده. من تا این رسانه داره، این رسانه داره نمیذاره سوجش بکنن، سریع هم سانسورش میکنه. بریم فیلم از فرانسه ببینیم، فیلم ببینیم ببینیم که آنجا ماجرا چه شکلی است و اوضاع به چه شکله. دوستان فیلم هایی که داریم میبینیم از این جهت مهمه که در روز کارگر اینها در کشور فرانسه اتفاق افتاد. 110 تا پلیس، انقدر خشونت بالا بوده فقط 110 تا پلیس زخمی شدن، یکی دو تا از معترضین قطع عضو شدن، دست ها قطع شده تو زد و خورد با پلیس. من نمیتونم فیلماشو پخش کنم، تو کانال هست، تو کانال ببینید. بریم ویدیوها رو ببینیم، برگردیم نکاتی دارم که خدمت شما ارسام کرد. یک نکته توجه بکنید، لحظه بود که آتش رو پرت کرد روی پلیس فرانسه. پلیس در هر شرایطی در هر کجای دنیا برقرار کننده نظمه. آقا ممکنه خشونتی دیده بشه، بله ممکنه خشونتی هم دیده بشه، بله. این خشونت قابل تایید، خیلی قابل تایید نیست. در شرایط بحران که میخواد کشور رو به حالت عادی برگردونه، هر اتفاقاتی ممکنه بیفته. تو ایران تلاش میکنه مدیریتش بکنه، جمعش بکنه، با رسانه کمک میکنه جامعه تحریک بشه، افکار عمومی نفهمه. تو فرانسه سعی میکنه که این ماجرا رو مدیریتش بکنه به شیوهی که افکار عمومی نتواند خشنتر بگیریش بکنه. حمله کرد با کوکتل مولوتوف به پلیس، کجا؟ در فرانسه، در کشوری که تا الان هر کسی اپوزیسیون ایران بوده اونجا یه جایی داشته، بنی‌صدر جا داشته، خواهر منافق جا داشته، هر سال نشست سالانه برگزار میکرده، معصومه قومی کلا جا داشته، تجزیه طلبای کرد جا داشتن، هر کسی خاصه علیه ما حرفی بزنه از فرانسه سر داره. حالا اون کشور درگیر بحران شده. تو نارامی های ایران کوکتل مولوتوف مینداختن روی پلیس، رگ مامور رو میزدن، رگ سرباز رو میزدن، فرانسه حمایت میکرد، کنار قومی کلا میستاد. حالا همین اتفاقا رو داره میبینه. این اتفاقا خوبه؟ باید حمایت بشه؟ اگه باید حمایت بشه، اگه این رفتارها خوبه، پس چرا پلیس فرانسه با مردمی که کوکتل مولوتوف انداختن روش داره برخورد میکنه؟ مکرون حمایت کن دیگه، اوضاع بحرانیه، اوضاع خیلی بحرانی، داره تلاش میکنه جمعش بکنه. ادامش رو ببینیم. فیلم دیگری هست که این از بالا داره جمعیت رو نشون میده. صحنه عجیب غریبیه، هر کجا رو نگاه کنی پلیس داره میاد. آقا این زد و خورد مثلا کشورش نمیاره به سمتی که ساقط بشه؟ اصلا نظر نمیتونم بکنم، نمیدونم، تو فضای فرانسه نیستم و در اتمسفرش نفس نکشیدم که بتونم نظر بدم. ولی یه چیزو میفهم، سلبریتی های ما رو نداره، اگر هم داشته باشه توییتر باهاشونه، اینستاگرام باهاشونه، در مدیریت فضای شبکه های اجتماعی باهاشون همکاری میکنه، نمیذاره وطنش بریزه به هم، سعی میکنه جمعش کنه. فیلمای دیگه رو نمیذاره کسی دعوت به کوکتل مولوتوف کنه، دعوت به ساخت اکلی سرنج بکنه، دعوت به خرید سلاح بکنه. فقط برای ایرانی که همچین چیزای اتفاق میفته. یه ایران مجازی ساختن، تو اون ایران مجازی دارن این جنایت ها رو ترویج میکنن، بهشون هم میگن کار خوبی دارید میکنید، کار خوبی، همین ادامهش بدید. بریم فیلم دیگری ببینیم از فرانسه. صدای باتومش به خوبی داره شنیده میشه. آخ آخ Thank you.
خیلی خوب، ویدیوی بعدی رو شدت ضرور به بله این اسفند دارن دود میکنن برای معترضین اومدن، خدا رو شکر که معترضین خود اسفند دارن دود میکنن. خیلی خوب این ویدیو رو دیدیم، بعدی رو با هم دیگه ببینیم. لحظه در آتش سوختن پلیس فرانسه و لحظه پرتاب کردن اشیاء مختلف به سمت پلیس. اشیاء از کجا اومده؟ بخشی از مغازه رو که سرقت کردن وسایل شاوردن با شروع کردن پلیس زدن. لحظه آخر بود که پلیس رو به سمت دوربین که نگید. اگر خشونتی از فرانسه منتشر نمیشه، علتش این نیست که خشونت نیست، علتش این که پلیس اجازه انتشار نمیده. آقا چرا کسی کشته نمیشه مثل ایران؟ مثلا حجم بالایی از زد و خوردها به کشته های منجر بشود، یا حالا در قامت کشته سازی یا توی اون شورش خیابانی. علتش میدونی چیه؟ علتش اینه که تو شبکه اجتماعی سعی میکنه ویدیوی خشونت رو مدیریت بکنه. آقا با شبکه های اجتماعی میتوان نسل کشی کرد. فیسبوک نسل کشی در میانمار رو، نقش خودش در این نسل کشی رو پذیرفته. فقط ایرانی که وقتی نگاه کنم امنیت ملی کشورشون شبکه اجتماعی قابلمه، امنیت ملی کشور تو به خطر انداخته مردک، منو مسخره میکنی؟ ببینم قابلمه ها رو میتونی اجازه بدی بیارن کف خیابون ها یا نه. بریم ادامهش رو با هم ببینیم. خیلی خوب بخشی از ویدیو رو دیدیم، بقیه شما هم ببینید. یک سوال ازتون دارم، آیا اعتراضات فرانسه مثل ایران لیدرهایی داره که مثلا تو خارج از کشور تو کشورهای مختلف باشه؟ آیا کشور غربی اجازه میدن همچین چیزی رو؟ لیدرهایی باشن هر کدوم تو یک کشور نشسته باشن، یکی بهشون پول بده بعد اینا شروع کنن علیه اون کشور حرف زدن، ایده ایرم اونجا تو شبکه اجتماعی ول ول باشه، دعوت بکنن این با اون فوش بده، اون هم علیه اون فلان بکنه، اون علیه اون یکی جنایت بکنه، این شعار بنویسه، اون فلان بگه، این دیوار نویسی کنه، اون شعار بعد بده، همچین چیزی اجازه میده فرانسه؟ فضایی به وجود میاره که اصلا کسی نتواند در جایگاهی قرار بگیرد که نقش لیدری بازی بکنه. فکر کنی ایرانه، طرف خانومش تو تصادف بمیره بشه رهبر اپوزیسیون، همچین چیزایی نیست، اصلا اجازه همچین چیز نمیده. یک دهم بودجه‌ای که در ایران خرج کردن رو اگر خرج کشورهای غربی میکردن برای کودتا همه نظامهاشون عوض میشد. شک داری در حرف من؟ تردید داری در فرانسه قابلمه رو ممنوع کرده، انوی چی شده؟ نه کسی رگ پلیس زده، نه کسی کوکتل مولوتوف دست گرفته، نه کسی به سمت مرکز نظامی حمله کرد، قابلمه رو ممنوع کرد. جلوتر بریم چی میشه؟ ادامهش رو با هم ببینیم. لحظات حمله شهروندا به مغازه ها، غارت دارن میکنن یا میخوان باش وسایل رو ببرن باش پلیس بزنن، من نمیدونم، اگر کسی اطلاعاتی داره تو کامنت ها بگید. خیلی خوب بخش از این ویدیو رو دیدیم، ویدیو دیگری از فرانسه با هم ببینیم.
خیلی خب این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم دوستان. من فقط یه نکته رو ویدیو آخر دارید رو صحبت می‌کنی، آتش‌سوزی عجیب غریب که تو اصلا توی اخبار نمی‌شنوی، فوری جوانان نمی‌دونم با غیرت نمی‌دونم چی کردن، برو رد کار ببو گلابی، فقط می‌خوای کشور ما رو با آتش بکشی، ها کشور ما رو می‌خوای با آتش بکشی، ایده کشته بشون جوان‌های نازنینی به رحمت خدا بروند تحت تأثیر و تحریک شما و وطن با آتش کشیده بشود که دشمنان بخندند، تجزیه طلب بی پدر هم زبون در بیاره، الیف بادکوبه هم بلبل زبون کنه، هدف اینه ها. فرانسه اجازه نمیده همچین چیزی اتفاق بیفته. و من با یک جمله میخوام آن چیزی که خدمت شما عرض کردم رو تمومش بکنم و اون جمله این هست: دود عجیب و غریبی به زودی از پایتخت هایی که انتظارش را نمیکشند زبان خواهد کشید. اگر نکته داشتین در قالب پیام برای ما بفرستید، کمک بکنید که این گزارش به پیام شما کامل‌تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.